نوشته از بانو هدیه ارمغان تحت عنوان آرزوهایی که حسرت و درد شدن، خانش آرزو پوپل. نام من هدیه است، دختری از زادگاه خداوندگار بلخ مولانای بزرگ. این نوشته روایت تلخترین روزهای زندگی من است. صنف 12 مکتب بودم و همزمان برای آینده بهتر درس‌های آمادگی کنکور را در یکی از آموزشگاه‌های خصوصی در شهر مزار شریف می‌خواندم. من و همصنفی‌هایم گروه 6 نفری بودیم که هر روز صبح وقت روانه آموزشگاه می‌شدیم. روزهای گرم تابستان بود و مسیر هم طولانی. همه همصنفی‌هایم با هم تصمیم گرفتیم تا موتور سرویس بگیریم. یکی از اعضای گروه راننده‌ای را پیدا کرد. در مسیر راه چون من آخرین نفر بودم، راننده سرویس را چند ساعت 7:30 صبح به دنبالم می آمد. روزهای خوشی بود. خنده روی لبهای ما به هر بهانه گل می کرد. صنف ما در طبقه 4 ساختمان بود و نسبت به دیگر دانش آموزان اندک دیرتر می رسیدیم. نفس زنان پله ها را می دویدیم، با چهره های بشاش و شادمان و با خنده های بلند وارد صنف می شدیم. من و تمام آن 6 نفر هم صنفی های خوبم 4 ساعت درسی را به خوبی سپری می کردیم. روزهای خوب و موفق زندگی بود. شبها تا دیر وقت درس می خواندم. صبح زودتر از همه بلند می شدم و برای رفتن به آموزشگاه آماده می شدم. با خرسندی تمام در گل صبح کنار جاده در انتظار موتور سرویس می ایستادم. ماها همینطور خوب و نیک می گذشت. تا رسیدیم به 1 هفته قبل از سقوط شهر مزار شریف به دست طالبان. هوا بسیار گرم بود. داخل موتور سرویس بودیم. مرزی همصنفیم از شدت دلهوره و ترسی که داشتیم برای راننده سرویس گفت: کاکا، روزی که طالبان مزار را بگیرن، اگر وقت کورس بودیم به دنبال ما میایی؟ برای یک دختر که 12 سال درس خواند و آرزوهای فراوان داشت، گفتن این جمله سخت بود. راننده گفت: بله دختر خوبم، می آیم. من شما را در این روزهای سخت تنها نمی گذارم. سکوت موتر را فرا گرفت. به نظرم کسی حرفی برای گفتن نداشت. هر کدام آینده ای را پیش روی خود می دید که تاریک بود. باید بر می گشتیم به دوران تاریک طالبانی. 1 هفته با خبرهای سقوط هر ولایت گذشت. یکی از شبهای تابستان بود، با اعضای خانواده روی تختهای تابستانی نشسته بودیم. از طریق تلفن با مامایم که تازه به ایران مهاجر شده بود حرف می زدم. برایم گفت: هدیه، طالبان مزار را گرفتن؟ من گفتم: نه، هنوز که خبر نیست. گفت: گرفته است. گریه هم گرفت. برای همه همصنفی هایم، برای لحظاتی که شاید فردا امکان تکرار دوباره اش را از من بگیرد، گریه کردم. 1 شنبه بود. سر و صدای موترهای جیب شهر را فرا گرفته بود. پدرم من و خواهرم را از ترس اینکه دختر بودیم و نباید این روز خاطره تلخ زندگی ما باشد، ما را به ولسواری شلگره فرستاد. چند روز گذشت. حدود 2 هفته شده بود که آموزشگاه نرفته بودم. دلم برای همصنفی هایم تنگ شده بود. بعد از 2 هفته به شهر مزار برگشتیم، اما انگار شهر آن شهر سابق نبود.
ساعتی در خانه بودم، یکی از همصنفی‌هایم زنگ زد. بدون مقدمه گفت پدرش نمی‌ماند که دوباره به آموزشگاه برود. قلبم آتش گرفت. مریم چقدر دختر لایق بود، می‌خواست دکتر شود. اما دیگران با ترس و معدودیت به درس‌های آمادگی کنکور ادامه دادند. باید ماسک و حجاب سیاه می پوشیدیم. روزی برای ما گفته شد که در چوکی های آخر صنف بنشینیم، با صدای بلند حرف نزنیم. این دردناکترین قوانین در زندگی ما بود. ما دخترانی که بلند بلند می خندیدیم، برای فردایی که بهتر از امروز امید آن را داشتیم ترانه می خواندیم، اما برعکس شد. حالا گذشته بهتر و امروز تاریک داریم. سر از فردای آن روز الهه دیگر نیامد. مدرسه هم نیامد، چون پدرش نظامی بود. روزها آهسته می گذشت. خبرهای از ربوده شدن، کشته شدن، اجبار به خانه ماندن دختران و زنان به گوش می رسید. زندگی بوی تلخ می داد. نفس کشیدن برای دختران آزاده مزار دشوار شده بود. برای هیچ کس دیگر امید به درس خواندن نمانده بود. هر کس به دنبال فرار از این ناامیدی و زندگی بود. مدرسه از مخفیگاهشان روانه ایران شد. زهرا به خاطر دختر بودنش از درس خواندن باز ماند و به جای آن پدرش او را با یک مرد نامزد کرد تا ازدواج کند. الهه برای دیده نشدن چهره زیباش مجبور شد روبن بپوشد. همه لبخندهایش زیر روبند سیاه طالبانی محو شده بود. سرانجام من هم مهاجر شدم. مهدسه و مروه هم مهاجر شدند. حالا از آن 6 نفر تعداد در داخل افغانستان و شماره هم مثل من مجبور به ترک وطن شدیم. من میخواستم خبرنگار شوم. الهه و مریم میخواستن دکتر شوند. مروه دوست داشت حقوق بخواند. اما این آرزوها در دل همه ما در حال مردن است. جای آرزوهای بلند ما را خشونت و شکنجه روی مدام گرفته است. از 6 نفر تنها مریم موفق شد امتحان کنکور بدهد و در رشته دلخواهش در دانشگاه بلخ را پیدا کند. ولی تازه شنیدم که مریم اجازه ندارد رشته دلخواهش را بخواند، چون طالبان پس از مسدود کردن مکاتب این بار فرمان داده اند دانشگاه رفتن دختران نیز ممنوع.